اعتراضات سراسری ایران 16 روزه شد. 16 روز فریاد از تهران تا دورافتاده ترین شهرستان‌ها، از پشت بام خانه تا خیابان‌ها، از دبستان‌ها تا دانشگاه‌ها و البته 16 روز سرکوب، کشتار و بازداشت. افشار سیگارچی از اتاق خبر صدای آمریکا آخرین تحولات در داخل ایران رو برای ما میگه. افشار، بله، با خبری که دقایقی پیش در شبکه‌های اجتماعی به نقل از کاربران دیدم و خواندم و ویدئویی که منتشر شده، گفته میشه که در دانشگاه شریف شرایط خوبی نیست از سوی گفته شده و در تصاویری که منتشر شد دقایقی پیش نشان داده میشه که حراست دانشگاه شریف دانشجویان رو در به سمت پارکینگ هدایت کرده و به نوعی اونها رو محاصره کرده برای سرکوب. از ویدئوی دیگری هم منتشر شده مربوط به ساعت 16:30 شب به وقت ایران که نشان میده که پشت کوچه دانشگاه شریف نیروهای یگان ویژه حضور دارن. این خبرها تایید نشده است، اما برسو میدونیم که در شرایط ساعت 4 به بعد در ایران حکومت با هدف همین اختلال در گردش آزاد اطلاعات و خبررسانی، اینترنت رو با اختلال گسترده‌ای روبرو میکنه. سعی میکنیم که این خبر رو حتما پیگیری کنیم تا در بخش‌های بعد اون رو با شما در میون بذاریم. اما پیرامون دیگر خبرهایی که برای ساعت پیش بنابر گزارش شاید دریافتی در 16 روز از تظاهرات سراسری ایران، شماری از دانشجویان در دست کم 12 دانشگاه در تهران، مشهد، اصفهان، کرمان، سنندج، کرمانشاه، شیراز، یزد، کاشان و نجف آباد اعتراض‌ها را از سر گرفتند. یاد مهسا امینی، جمعه خونین زاهدان، یادی از کشته شدگان اعتراضات اخیر از جمله محورهای شعارهای دانشجویان در 16 روز اعتراضی بود. برخی دانشجویان هم با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور هشدارشون به حکومت برای ادامه اعتراضات رو این چنین مطرح کردن: مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور. دانشجویان معترض حاضر در این تجمعات همچون روزهای گذشته از سایر اساتید، دانشجوها و مردم خواستند که در ادامه به این اعتراضات بپیوندند. همزمان با اعتراضات و تجمعات اعتراضی دانشجویان، اعتصاب و اعتراضی در اصفهان در جریانه که منتسب کردن به کامیون داران و همچنین تجمعات پراکنده مردم در برخی مناطق در شهرهای مختلف هم گزارش شده. در چندین ویدئو که از اصفهان منتشر شده، گفته شده که جمعی از صنعتگران و کامیون داران این شهر در حمایت از مردم به اعتصابات عمومی پیوستند. دهی مهری 1401 شاپو زدی بیامونه شاپو اصفهان ده همه در پی تصاویر منتشر از اصفهان، فضای شهر کمی امنیتی به نظر میرسه، کمی که بیشتر از کمی البته، و دود در منطقه شاپور جدید به چشم میخوره. در برخی گزارش ها صدای تیراندازی هم به گوش میرسه. در مورد تهران اشاره کنم، بر اساس تصاویری که تا لحظاتی پیش نگاه میکردم، تجمعات پراکنده و کوچکی در حال شکل گیری بود، اما از سوی همزمان ماموران لباس شخصی یا یگان ویژه رو میشد در تصاویر دید که در مناطق مختلف با شلیک
نزدیک گاز اشکاباد تلاش میکنن که مانع از شکل گیری یک تجمع منسجم تر بشه. اما به غیر از پررنگ شدن جنبش های دانشجویی در ایران پس از سالها سرکوب و خفقان، شاهد تولد جنبش دانش آموزان هم در ایران هستیم. از دبستانی ها تا دبیرستانی ها، از کلاس درس تا مسیر خانه، البته به غیر از دانشگاهیان که سالهاست با جنبش های دانشجوی از محرک های اصلی یک جامعه پویا رو به تصویر میکشیدن، حالا باید شاهد از این به بعد باید شاهد حضور نوجوانان در رده های پایین تر هم باشیم که اونها نیز نسبت به تحولات پیرامون جامعه واکنش نشون میدن. شاید تا دیروز در مورد خیزش کنونی که در ایران در جریان، در مورد هشتادی ها صحبت میشه، شاید از این به بعد بایستی در مورد دهه نودی ها هم بیشتر صحبت کرد و با توجه به آغاز مدارس احتمالا در روزهای آتی باز هم شاهد آنچه که در پیش رو خواهید دید باشیم. ببینیم بخش رو.